برایان هوک گفته که از پستش به عنوان نماینده آمریکا در مورد ایران استعفا کرده. بر اساس اعلام منابع خبری، الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا جانشین هوک میشه. طی سالهای گذشته برایان هوک به نماد تحریم علیه ایران تبدیل شده بود. هوک از معدود افراد حاضر در وزارت خارجه آمریکا است که بعد از برکناری رکس تیلرسون در سمتش باقی موند. نیویورک تایمز جایگزینی آبرامز رو پایان اندک شانس باقی مونده برای مذاکره با تهران ارزیابی کرده. آبرامز از یک خانواده یهودی در نیویورک متولد شد و در دولت‌های ریگان و بوش پسر عهده‌دار پست‌های مهمی بود. اون در ماجرای مکفارلین و کمک نظامی به کنتراها در نیکاراگوئه نقش مهمی داشت، تا جایی که فرمانده کل کنتراها خونده شده. اون با حمایت از دولت دیکتاتور السالوادور قتل عام نیروهای تحت حمایت آمریکا المزتو رو بزرگ نمایی دونسته. در 1991 به دلیل تخلف در نگهداری اطلاعات محرمانه از کنگره محکوم شد، اما از سوی بوش پدر عفو شد. اون به شدت ضد کمونیسته و اعتقاد داره در برابر چپگراها باید حتی از دیکتاتورها در نقاط مختلف حمایت کرد. در دولت بوش پسر در 2001 آبرامز به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور منصوب شد. همچنین آبرامز در تلاش برای برنامه‌ریزی کودتا علیه هوگو چاوز در ونزوئلا نقش داشت. اون همینطور یکی از مدافعین سرسخت حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 بود. آبرامز در سال 2007 از طرح بوش برای عملیات مخفیانه و خرابکارانه در ایران حمایت کرده بود. در 2013 هم خواستار دخالت نظامی در سوریه برای جدی گرفتن تهدیدات آمریکا توسط ایران شده. آبرامز یکی از منتقدان اصلی راهبرد اوباما نسبت به اسرائیل و برنامه هسته‌ای ایران هم بود. اون در ابتدا مخالف نامزدی ترامپ در 2016 بود و از تد کروز و مارکو روبیو حمایت می‌کرد. در سال 2019 نماینده آمریکا در امور ونزوئلا شد و حالا هم با حفظ سمت نماینده میز ایران هم خواهد بود. بعد از 2016 جمهوری‌خواهان حامی آبرامز برای تصدی بر پست ریاست وزارت خارجه بودند، اما ترامپ این انتخاب رو رد کرد. در مجموع نمیشه با اومدن آبرامز تغییر چندانی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران مشاهده کرد.